با 4 الی 5 میلیارد تومان الان اواسط اردیبهشت 1402 اگه بخوام یه سدانی بگیریم که به رئیس یا مدیر بیاد بی درد سر باشه و کلاس داشته باشه، سواری خوب و نرم و بی درد سر و البته کم هم از مثلا مرسدس و بی ام و نداشته باشه، شاید تنها برندی که بتونه خودشو نشون بده لکسوس هست، چرا که لکسوس ES دقیقا رقیب مرسدس ای کلاس و BMW سری 5 محسوب میشه، با این تفاوت که دوام و اطمینانش خیلی خیلی از اونها بالاتره، اما حالا مشخصا یه سری از ویژگی‌هاش هم از اونها کمتره. اینکه این ماشین نسبت به این بودجه ارزش خرید داره یا نه، نسبت به رقیباش خوبه یا بد یا هر چیز دیگه ای رو ما توی این کلیپ بررسی میکنیم و میریم کامل میریزیم بیرون ببینیم که این سامورایی از برند لکسوس ارزش خریدش چقدره. یکی از محبوب ترین کلاس های برند لکسوس همین کلاس ES هست، چرا که هم خانواده استفاده می کنن، هم برای تاکسی استفاده میشه و هم مدیرا و رؤسا استفاده می کنن، جمع و جورتر از کلاس LS هست. برند لکسوس رو اگه برین سرچ کنی از سال 1989 لانچ شد توی آمریکا و بیشتر سلیقه‌هایی که ماشین رو براش طراحی میشن سلیقه‌های آمریکایی هستن. این ماشین هم یکم بزرگه، هم کلاس سری 5 و ای کلاس مرسدس هست و توی تویوتا نزدیک به تویوتا کمری هست، یکم ابعادش بزرگتر یه ذره، ولی خیلی وقتا ویژگی‌های فنی و موتوری این ماشین و حتی گیربکسی ها شبیه کمری است، با این تفاوت که ارتقا یافته و مطمئن‌تر محسوب میشه. از سال 2008 تقریبا 2007-2008 ES وارد ایران شده تا حدود سال 2016 با موتورهای 350 و 250. 350 که میگن میشه 3.5 لیتری 6 سیلندر خورجینی و 250 میشه 4 سیلندر خطی 2500 سیسی. فیس این ماشین جزو فیس های جدید محسوب میشه، خیلی جدید نیست، از این هم یه دونه بالاتر اومده 2016، ولی تا از 2013 به بعد شد این فیس. موتور 3500ش که ES350 2013 بود خیلی محبوبه و خیلی تعدادش کمه و تقریبا هیچ کسی نمیفروشه چون انقدر خوبه. به هر حال ما این گیرمون اومده، فعلا اومدیم سراغ این. طراحی خشن در این حال ساده، جلو پنجره ای که هنوز اونقدر بزرگ نشده مثل لکسوس امروزی و ببینید فاصله جلو پنجره از خط مثلا چراغا تقریبا 40 سانتی متره و کاپوتی که عضلانی طراحی شده، اما همه چیز ساده، تاکسی وار اینجوری بگم، چون معمولا وقتی ماشین رو میرم به سمت سادگی و لوکس بودن بیشتر میان داخل و کیفیت رو میبرم بالا و سواری، البته کاری به جزئیات زیاد نه. الان مرسدس اس کلاس مثلا کاملا ساده طراحی میشه نسبت به فرضاً CLS یا CLA، ولی کلاس اس کجا و کلاس اونا کجا. به هر حال سپر این ماشین هم جزئیات خوبی داره و زیاد هم حالا شلوغ نشده، اما خیلی به زمین نزدیکه، این ماشین کلا کفش به زمین نزدیکه و این سپر توی سرعتگیرا و چاله چولای تهران مرتبا استهلاک داره و باید ترمیم بشه یا عوض بشه. چراغ این ماشین هم گرافیک خوبی داره، میشه مال سال 2013 یعنی 10 سال پیش، البته این ماشین 2014 ولی بازم برای اون موقع بد نبوده. رینگای 17 اینچی و لاستیک 215 فوق لاستیک خوبی هم داره و این برمیگرده حالا بریم سراغ رانندگی میبینین که چه سواری بمونه. بغل کاملا ساده، آینه روی بدنه و اینجا که نگاه میکنم من کیفیت رنگ متالیک این ماشین که یه سفید میشه گفت صدفی داره و قبلا هم گفتم سفید صدفی مخصوصا توی لکسوس نسبت به تویوتا هم حتی یکم بالاتره، کیفیت بی‌نظیری داره و چشم نواز، اما برای لیسه گیری و خط گیری اینا کلی دردسر. دستگیره هم رنگ بدنه، اینجا رو ببینید طراحی خط رکاب که منو یاد لکسوس IS انداخت، یکی از جذاب‌ترین بررسی‌ای که تا حالا داشتیم توی کانال هست، می‌تونیم بریم ببینیم. اینجا هم دقیقاً همون خم رو دادن، ظرافتی که در عین سادگی بغل اینجا هم دادن که بگن آقا ما می‌تونیم اینجوری خم هم بدیم و پیچ وا پیچ کنیم. سقف پانورامیک این ماشین که کامل مشکی هست و ببینید این فاصله انتهای ماشین تا این قسمت در، یعنی قسمت صندوقش که
قشنگ کشتیوار ساخته شده و از کمری یکم بزرگتره. نمای عقب این ماشین دوباره یکی از جذابیت‌های دیگه‌شه، چون هم ساده است هم از دور مشخصه و تقریبا شبیه هیچ ماشینی نیست. یعنی شما نمی‌بینین که ماشینی از این کپی کرده باشه یا این از اون کپی کرده باشه. خیلی ساده، بالا عقبی که خود مالک اومده مشکیش کرده و ES250. من هر جا این عقب ماشین رو می‌بینم همیشه دنبال اینم که این 350 باشه، چون واقعا یه چیز خاصیه و کمیاب. کاملا ساده، خبری از خروجی اگزوز و این حرفا نیست. یه لیپ سپری که پایین زده شده برای اینکه ماشین یکم سنگین‌تر و شاید تا حدودی هم اسپورت‌تر نشون بده و چراغای بزرگ و ساده سفید و قرمز، هیچ چیز اضافه‌ای روش نداره. بریم سراغ صندوق. اگه باز کنیم یه صندوق اونقدر بزرگ که قشنگ یه دو سه نفر میتونی توش بخوابونی، اینقدر پت و پهنه. و ببینید ورودی صندوق برای چمدون انداختن اینا خیلی مهمه، که این ماشین یه کلاس سدان مید سایزه و برای بارگیری، برای تاکسی بودن، اینجور چیزا هم باید راحت باشه و دهنه صندوق کامل جواب کارامونو میده. این سراغ زاپاس، که زاپاسش هم همون رینگای فابریک ماشینه. موتور این ماشین مشترکه با موتور تویوتا کمری و تویوتا رافور تا حدودی، ولی برنامه‌اشو فرق می‌کنه و خروجی اسب بخارشو فرق می‌کنه. موتور 4 سیلندر خطی 2500 سی سی تنفس طبیعی، 184 اسب بخار، 235 نیوتن متر گشتاور. کل این قدرت به وسیله گیرباکس 6 سرعته اتوماتیک تیپ‌ترونیک به چرخ‌های جلو منتقل میشه و وزن 1600 کیلوی ماشین رو کمپانی گفته در مدت زمان 9.8 ثانیه از صفر به صد میرسونه. از خوبی این موتور بهتون بگم که استهلاک تقریبا صفر، یعنی تقریبا صفر که میگم نزدیک به صفر نسبت به ماشین دیگه، مخصوصا نسبت به رقیباش بنز و بی ام و. درسته اونا برند معتبرتری هستن، خیلی قدیمی تر هستن، ولی کلا تمرکز لکسوس و تویوتا تا همین چند وقت اخیر همیشه روی دوام بوده، قابلیت اطمینان یا همون ریلایبیلیتی، و اصلا شما مشکلی نداره، یعنی توش آبم بریزین شاید تا یه وقتی کار کنه، داغ نمیکنه، اصلا همیشه دمای موتور پایینه، خنک شوندگیش بالاست، آلیاژ خاصی داره، درست خروجی کمتری داره اسب بخار، ولی خیلی از مصرف کننده اصلا دنبال خروجی اسب بخار و گاز دادن اینا نیستن، دنبال اینن که یه ماشین خوب و مطمئن سوار بشن، با اینکه حالا توی لکسوس هم پرستیژ هم رعایت میشه. روغن خوب توی این موتور بریزین و مرتبش برسین، زیادم بنزین براش مهم نیست، چون بنزینه خیلی بدتر از ایران هم توش میریزن، مثلا عراق که مال ایران نسبت به اونا سه بار سوپره، اینقدر مال اونا آشغاله، 800 هزار تا 1 میلیون 1.500 هم براتون کار میکنه بدون دردسر و خرابی. میایم سواره داخل این سدان لوکس سامورایی میشیم. رو دریا سادگی در این حال متریال خوب و ترکیب چرم کرم و مشکی با یه چوبی که نشون دهنده لوکس بودنه و کروم مخصوص لکسوس که تقریبا توی همه ماشینش همچنان داره دیده میشه. یه رنگ خاص، اینجا پد نرم، اینجا دوباره نرم و این قسمت فقط پلاستیک خشک مموری سیت داره، هم فرمون هم صندلی کلا بهش وصله و اصلا خیلی جالبه، مثلا دکمه ها کلیدا تو بهترین حالت خودش مونده، 202,000 تا کار کرده و یه مرسدس دقیقا مثلا 2014 بیاریم با این کار کرد، تقریبا همه چیشو باید دوبار اوورال میکردین تا رنگا ثابت بمونن، ولی اینجا خبری از این قضیه نیست و در این سادگی همه چی کیفیتش حفظ شده. صندلیا کامل برقی هستن، تنظیم گودی کمرم داره و تنظیم زیرزانویی هم داره مال راننده. داخل تریم روشن هست و داخل بزرگتر نشون میده، اما روشن بودن یه بدی هم که داره اینه که زود کثیف میشه. این ماشین هم مصرف کردن، یعنی واقعا من کیف میکنم وقتی یه ماشینی میبینم که استفاده کردن، دنبال این نبودن نوش نگه دارن، این خودش خیلی باله. و چرم کلن لکسوزا خیلی یغور و محکمه، همین باعث میشه که وقتی که چین و چروک روش میفته اون کثیفی و اون به اصطلاح گرد و غبار اینا تبدیل بشه یه رنگ سیاهی که یکم شاید آزاردهنده باشه، ولی اصلا این ماشین حتی صفرشویی هم نکره، همینجوری که بوده آوردن و ما هم داریم ریویو میکنیم. اینو بهتون بگم که تو نسخه 2014 معمولا مگر اینکه سفارش خاصی باشه و یعنی گرم کن سرد کن نداریم، توی
2015-16 ها توی بعضی ها گرم کن سرد کن دارین، توی بعضی ها ندارین، توی بعضی ها حتی من دیدم فقط سرد کن است که باحال. فرمون به همون شکلی هست که اکثر لکسوس هایی که تا حالا بررسی کردیم، همونه، اصلا تغییر خاصی نداشته، با این تفاوت که یه قسمت چوب کاری داره که احساس لوکس بودن رو بهتون میده. یه دسته ساده اولد سکول بهش بگیم، توی این ماشین خیلی چیز اولد سکول هست، یعنی همون کلاسیک مردونه. یکی از اونام همین قضیه دسته کروز کنترل است که اینجا همچنان حفظ شده. دسته راهنما برپا کن کیفیت مناسب، فرمون به صورت برقی چارج تنظیم میشه، روی فرمون دکمه خاصی نیست. یه تیکه خیلی کم اینجا رنگ رفتگی داره، اونم به خاطر اینکه من پرسیدم کلا مالک اینجوری دستشونو گذاشتن موقع رانندگی، یکی از عادت ها بوده و به خاطر همین زیاد سایش داشته، خیلی ریز فقط اینجا. و صفحه کیلومتری که خیلی لذت بخشه، یه رنگ آبی کم رنگ و دوتا آنالوگ بزرگ، اعداد کاملا تو چش، سرعت 260 روش زده شده، آمپر بنزین و دمای آب گوشا کوچولو، وسط هم تریپ کامپیوتر کوچولو که یه سری اطلاعات رو بهمون نشون بده. یه 3-4 تا دکمه بغل فرمون هست که برای اینکه بفهمی کنترل مثلا تریپ کامپیوتر چجوری هست، چه مسافتی رفته، کارکرد چی بوده و از این حرفا. کل سمت چپ فرمون یه سری دکمه ها هستن، کنترل آینه ها، فولد آینه ها و چراغ شورای جلو، کنترل رادار جانبی BSM داره این ماشین و کنترل سنسور پارک هم هست و درب باک بنزین و صندوق پران عقب که همشون این بغل گذاشته شدن. داشبورد یه طراحی ساده‌ای که این سبک طراحی من خیلی دوست دارم و بازم یاد ES350 میفتم که همین اتاق و داشبورد اینا هست، ولی موتورش خیلی خفنه، موتور تو جی آر روشه. ساعت کوچیک و آنالوگ با لوگوی لکسوس، یه طراحی اولد سکول خفن لذت بخش که آدم رو با کلاس میکنه. اونایی که عاشق ساعت آنالوگ هستن مثل خودم، هرچند که الان دیجیتال دستم به خاطر حالا استایلی که زدم، ولی آنالوگ یه چیز دیگه است و آدم رو میبره به فضای رولز رویز و بنتلی و اصلا نگم براتون. خیلی خفن این ساعت. این وسط داشبورد سافت تاچه و خیلی جالب اومدن مانیتور این وسط جا کردن، بین خط و خطوط نیومدن جداگونه مانیتور قلمه بیاد بیرون، اما رابط کاربری مانیتور اینا داغون نسبت به امروز ها، نسبت به امروز ها شاید خوب بوده باشه، ولی خیلی سخت کار کردن باش و با این موس کوچولی که اینجا هست، درست لمسی نیست اما برای الان سخته، میشه راحت تر باشه، البته امروزی ها دیگه، اما برای اون موقع به نظر من خوب بوده. کنترلش هم اینجا هست با چند تا دکمه و یه دونه زیر دستی هم این قسمت داره که باحال. مثلا این پد کنترلی اینجا خودش باحال شده. یه کاپ هولدر این قسمت داریم و یه دونه هم این بخش داریم که عمیقاً کاملا اوکی. کنترل حالت رانندگی 3 تا حالت داره، ایکو، نورمال و اسپورت، به وسیله این نابی که اینجا هست سمت راست میچرخونی اسپورت، فشار بدی نورمال، سمت چپ هم ایکو و ESP هم اینجا خاموش میشه. پرده عقب هم داره که به وسیله این دکمه بالا پایین میشه. این قسمت داشبورد هم سافت تاچه، چوبی که اینجا هست و یه کروم اینجا. صندلی شاگردم خوشبختانه برقیه دیگه، گدابازی نیست، آینه الکتروکرومیک و سقف یه جنس پارچه خیلی خوب و لذت بخش، اصلا آدم کیف میکنه فقط دست بکشه بهش. این قسمت هم حتی دستگیره داره، قابل توجه اونه که میگن مثلا سمت راننده بعضی رو نذاشتن به خاطر ایمنی، نه اصلا خبر نیست، حتی بنز و بیمو هم خیلی هاشون دارن. ستون ارزش خیلی زیاد نیست، آینه روی بدنه هست برای همین نقطه کورش کمه و خود عبادش اون شیشه آینه کوچوله، ولی آینه کم بزرگه، میشد یکم بزرگتر باشه ولی طراحیش به هر حال اینجوریه. حالا قدیمی تو نسخه‌های جدیدتر خیلی طراحی فرق کرده. نسخه 2021 E350 هم قبلا توی یوتیوب گذاشتم، توی کانالمون هست، بریم ببینید. یه دونه مشکی بود، اونم خیلی خفن بود. سقف ماشین به این صورت باز میشه و باید اینو دستی بزنیم کنار. عقب هم همین جوریه، باید دستی بیاد اینور. پانورامیک دو تیکه است و میشه گفت یه سانروفه، فقط عقب شیشه است، اینجوری بگم این بهتره، ولی بازم خوبه. عقبو که میزنین کنار یه نور خوبی میاد داخل. کنسول وسط هم یه دونه USB و یه دونه AUX و یه فندکی داره. صندلی ها پوزیشن راحت، در برگیرنده، بزرگ، اصلا اذیت نمیکنه و پشت فرمون که میشین یه احساس خیلی مطمئنی داره. حالا توی رانندگی هم بهتون میگم. اما سیستم صوتی معمولا
نسخه‌های فولتر مخصوصا 2015-16 ها مارک لوینسون روشونه، ولی این ماشین مارک لوینسون نداره. ببینیم بدون مارک لوینسون چجوریه، تستم بکنیم با همون آهنگی که این چند وقته گذاشتیم. وقتی که صدا هولوش مثلا 30-40% هست، بیس بیشتر از بلندی صداست و باحاله. وقتی که صدا رو یکم میبریم بالا دیگه بیس کم میاره، فقط بلندی میره بالا. برای همین تا نصف خوبه و با اینکه مارک لوینسون نیست به نظر من راضی کننده است. حالا بدون مارک همین میشه دیگه. این دوخت دستی که اینجا فیک هم نیست، واقعی زدم، حس کلاسیک و انگار مثلا یه کت شلوار دستدوز داری به جای اینکه بری آماده بگیری از مزو. این خودش بالا قسمت اینفوتیمنت اینجا کنترل میشه، همه چی دکمه‌ای که خیلی باحاله. من واقعا عاشق اینم که همه چی دکمه‌ای باشه، لمسی نباشه. اصلا حتی مانیتورش هم دکمه‌ای، این برای من باحاله. استارت استاپ یا همون کنترل موتور روشن خاموش موتورم این قسمت هست و دیگه همه چی رو توضیح دادم، دیگه چیزی نموند. بریم سراغ عقب. ردیف عقب هم مثل ردیف جلو در باش با همون کیفیت هست و وقتی که میبندیم صدای پاپ و کیفیت ماندگار بعد از 10 سال لکسوس همچنان داره گوش رو گول میزنه. گول که نمیزنه، بهت ثابت میکنه که همچنان کیفیتش بالاست. به هر حال زیر سیگاری که روی در هست و پرده‌ای که به صورت دستی اینجا داریم و کنسول وسطی که باحاله. مثلا کنسول وسط شما اینجا باز میکنین به این صورت، کنترل سیستم صوتی اینجا هست و کنترل دما هم داره برای کولر اینجا. این کولری که میشه گفت خروجی هوا است، چون کولرش 3 کانال است، عقب جدا، جلو هم 2 تا جدا و یه دونه لوگو لکسوس زمین قسمت هست و یه محفظه بزرگ هم اینجا هست و کاپولدر هم این قسمت دوباره داره، یه خروجی فندکی اون پایین. امکانات خوبی است و دسترسی به صندوق عقب هم اینم برای چوب اسکی کاربرد داره که اینجا بذارین تا این قسمت ها میاد و میتونین راحت یه سری وسایل یا اینکه دستتون رو ببرین توی صندوق صندلی راحت. ببینید اینجا بود که گفتم از کمری بزرگتره. صندلی جلو رو استاندارد تنظیم کردم برای قد خودم 184، پا زیر صندلی میره، فاصله اینجا و راحتی نشیمن و سر. اینجا هم که این قسمت گفتم بهتون باز میشه به صورت دستی، دید خوب و بزرگ، راحت جو میده برای مسافرت. یعنی یکی از راحت ترین ماشینایی که توی ایران شما میتونین بگیرین و یکم بوی لوکس بودن بده و رقیب مرسدس و بی‌ام‌و حداقل باشه و از اونا راحت تر و به صرفه تر باشه برای مسافرت. دیگه هر چاله چوله‌ای زدین نرین رینگ عوض کنین، لکسوس ES هست، مخصوصا 350 2013ش. و امکانات عقب هم به نظر من خوب هست نسبت به سال طراحیش، ولی اگه جدیدتر بود میگفتیم نه، چون باید USB و اینجور چیزا میداشت. اما یه خروجی فندکی داره که میشه از اونم برای شارژ استفاده کرد و کنترل چراغ هم اینجا هست که خوبه و پرده عقب هم که بهتون گفتم. و چی میخواین دیگه؟ بریم سراغ رانندگی با سدان لوکس ژاپنی لکسوس ES250 مدل 2014. از آرامشی که توی این کابین هست نگم براتون، که سیستم تعلیق نرم، صدای موتور خیلی پایین، عایق بندی خوب، کیپ بودن درا، کمک، اصلا یه چیز عجیب غریب آرام بخشی. یعنی اینو شاید توی ای کلاس، مگر اینکه ای که سیستم تعلیق ادپتیو داشته باشه خیلی بالا باشه، وگرنه توی اس بیشتر میبینی شما، اس مرسدس یا سری 7 BMW. انقدر که این ماشین نرمه و راحت میشه رانندگی کرد با اینکه ابعادش بزرگه. موتور این ماشین ظاهرا مال کمریه، ولی توی عمل گیربکس این ماشین و خروجی موتور و عکس العملی که داره با کمری فرق میکنه. حتی موتوری که میبینی اصلا رفور نیست، انگار یه چیز دیگه است. الان گیربکس این ماشین، گیربکس 6 سرعته، من دارم گاز میدم و بزنم روی حالت اسپورت هم هست. عکس العملش، اصلا تعویض دنده هاش و
و بی صدا بودن موتور، یعنی دور موتور رو دیدین رو 5000 تا هیچ صدای شانی، یه قرش ریز خیلی ملو، انگار نه انگار دور موتور 5000 تا داره میره. این واقعا جالبه. سرویس های دوره این ماشین با روغن اصلی و فیلترهای اصلی که نمیشه گفت، فیلتر روغن اصلی فقط حدود 3500 4500 بستگی به روغن و به اون سرویسکاری که چقدر ازتون بگیره داره، ولی همین هلوشه و نسبت به ماشین 4-5 میلیاردی 6 میلیاردی به نظر من بد نیست، لب قیمت متعادلیه. خرابی که اصلا نداره، یعنی من بهتون میگم واقعا نداره، مراقبش باشین. 5000 تا حتی 10000 تا هم روغن خوب بریزین، 10000 تا هم هیچی نمیخواد. بنزین معمولی توش بریزین، اصلا با بنزین خواستین شیر بریزین آب بریزین، همه جوره کار میکنه. تعمیرکارش چون خرابی کم داره، تعمیرکارا زیاد سمت این نرفتن چون تعدادش هم کمه نسبت به کمری، ولی کلا با کمری خیلی چیزاش مشترکه. برقیش پیچیده تره، تعداد ایسیاش بالاتره، ولی با کمری یکیه. خدمات گسترده تو کل ایران، نمایندگی تویوتا و ایرتویا زیاد بوده تو ایران، قطعاتش راحت دسترسی دارین. توی دبی تعدادش چون زیاد بوده راحت از اونجا میشه قطعه آورد براش، اصلا مشکلی از تامین قطعه نداره، گرونی قطعه هم نداره خدا رو شکر. یعنی معکوس فوری، من پامو فشار میدم بدون اینکه تاخیر کنه، ولی کم جونه، کم جون نسبت به نسخه 350ش، موتور 3.5 لیتری تو جی آر نسبت به اون کم جونه و اون اصلا واقعا یه چیز دیگه است، یه فاز دیگه است. قبل اید که یه سفر به دبی داشتم، داخل شهر یه سری تاکسی ها دیدم، تاکسی لاکچری بهشون میگفتن، تاکسی ویژه، همهشون لکسوس ES 300H هایبرید بودن، همه مشکی متالیک، اصلا شهر رو یاقوتی خوشگل کرده بود انقدر که این ماشین تو چشم میزد. و تاکسی هم بود، نه اینکه مثل ایران انقدر اینجوری گرون باشه و غیر قابل دسترس. بازار فروشش خوبه، بد نیست به نظرم، به خاطر اینکه خرابی کم داره و خیلی از رقیباش مثل مرسدس ای کلاس و بی ام و سری 50 عمرشون رفته بالا، خرابی زیاد دارن. این ماشین ارزش خریدش از اونها بیشتره، با اینکه اونها گرونترن، حالا به خاطر برند، به خاطر پرفورمنس باشه یا هر چیز دیگه، اونها چون بهتره پرفورمنسشون یکم، ولی این ماشین اونی که تو ایران به ثبات انتخاب ماشین رسیده باشه میدونه که تو ایران هر کاری هم کنین شما برای مصرف، هیچی به تویوتا لکسوس نمیرسه. مجبورین چون بنزین بد هست، شرایط آسفالت خیلی افتضاحه و خرابی بالا، از تعمیرکار پیدا نمیشه، قطعات سخت پیدا میشه، برای همین تویوتا لکسوس کلن به صرفه تر انتخابشون. و این ماشین هم نسبت به اونا بخش دوامش، بخش سواری نرمش، قطعات قابل دسترسش و بازم دوامش و دوباره دوامش، خیلی مهمه این قضیه، نسبت به اونا برتری داره. حالا توی قسمت موتور و گیربکس و تکنولوژی و اینجور چیزا که بماند، دیده به جلو اگه صندلی رو خیلی ببرین بالا، شاسی بلندیش کنین، آره، ولی سر من به سقف میگیره و من اصلا دوست ندارم توی سواری اصلا دید داشته باشم به جلو، چون حفظم به بغلا هم آینه دیدش متوسطه، شیشه آینه خیلی بزرگ نیست، سنسور نقطه کور بغلا خوب عمل میکنه و این یه کمکی برای راننده است، با اینکه مال 10 سال 9 سال پیشه. دیده به عقبم مناسبه. این ماشین یکم سمت LS میره، یعنی نسخه فول سایز استدانه لکسوس، و زیاد دید عقب حالا مهم نیست، پرده هم که داره شما فقط یه چیزی ببینین اوکیه، چون ماشینی که بیشتر سمت لوکس بودن و راحت بودن میره تا اینکه خیلی حالا شهری و استفاده ای باشه. درسته برای تاکسی هم حالا استفاده شده، ولی فوق العاده راحت سواریش، یعنی من توی سرعت گیرا توی چاله چولا میرونم کیف میکنم. دوباره معکوس میکشیم، با اینکه زیادم جون نداره، حالا که بگیم داره، سنسور تی پی ام اس که روشنه اصلا ربطی به فشار باد لاستیکا نداره، فشارشون تنظیم، خود سنسور حالا به مشکل خورده، فعلا درست نشده. ترمزای این ماشین تا موقعی که داغ نکردن خوبن، و موقعی که داغ میکنن کیفیتشون میاد پایین، دقیقا مثل کمری و مثل رفور. اما توی 350 داستان فرق میکنه، یعنی تو نسخه 350 ترمزه کیفیت بالاتری دارن، این خیلی برای من جالب بود، با اینکه یه سالم از این عقب تره، ولی اونا ترمزاشون از اینه بهتر بود. مثلا تفاوت BMW 535 اتاق افتم با BMW 528 که 535 که بررسی کردیم خیلی از 528 را قوی تر بود، متریالش، کیفیت ساختش و اینه همه چی بهتر بود، از صرفا فقط تفاوتشون موتوری نیست. الان داریم میرسیم به سربالایی
لواسون به سمت لشکرک و چاله چوله ها که همیشه محک ماست برای کیفیت سیستم تعلیق. اول اینکه قایق بندی رو بهتون بگم لذت میده که اینقدر بی صدا سیم ماشین و اصلا تکون لنگری نداره، خیلی حس راه رفتن روی آب رو میده بهتون، اینقدر که بگم ماشین راحته. توی چاله چوله ها توی بهترین حالت ممکن عمل میکنه، کمک ها نه ادپتیف هستن، نه روغنی، نه بادی، هیچی، کمک های ساده روشه و بس، ولی عمل کردش، نرمیش و اون حس مطمئن بودنی که ماشین بهتون میده رو آدم لذت میبره. ببینید توی سربالایی ماشین جونه یه موتور 3500 6 سیلند رو نداره، اما بازم همین که تنفس طبیعیه خیلی، به نظر من خیلی واقعا. و مثلا اگه شما یه دونه 2011-12 رو اگه بتونین حالا گیر بیارین تو رنج 4 تومن، من باشم خودم شخصا هیچ وقت نمیرم مثلا تیگویت پرو مکس بگیرم تا اون باشه، هیچ وقت نمیرم، چون این ماشین 10 برابر اون عمر میکنه با اینکه اون 0 کیلومتر مثلا گارانتی داره، ولی سری ES توی لکسوس اصلا خدای دوام محسوب میشه. فرمون این ماشین برقی نیست، هیدرولیکیه و روی حالت اسپورت هم از سرعت میره بالاتر سفتر هم میشه و من کلن از فرمون برقی خوشم نمیاد، دوست دارم فرمونی کم سفت باشه اون احساس رو داشته باشین. اما این ماشین یه ماشینی که زیاد سمت اسپورت بودن نمیره و فقط به خاطر اینکه یکم قدیمیه فرمونش هیدرولیکیه، تو نسخه جدیدترش فرمون برقی شده و خیلی هم راحت‌تر رانندگی باش، من با این هیدرولیکیه بیشتر حال میکنم. شتاب 0 تا 100 رو کمپانی گفته که 9.8 دهم ثانیه هست و بریم شتاب رو بگیریم، برمیگردیم پیچ لواسون، سرباله لشکرک و ادامه داستان. بریم برای تست شتاب لکسوس ES 250 مدل 2014، موتور 2500 سی سی 4 سیلندر خطی تنفس طبیعی 184 اسب، 235 نیوتن متر، وزن 1600 کیلو، من تک سرنشین، بنزین معمولی، گیرباکس 6 سرعته که میذاریم روی حالت S و حالت اسپورت هم ماشین فعال هست، دیفرانسیل جلو، ارتفاع سطح در 1570 متر. ببینیم که 9.8 دهم کمپانیو میده یا چقدر. به نسبت خوب از جا کند، دنده 1.60، دنده 3 تقریبا 11 و 13، تقریبا 1 ثانیه و 23 صدم ثانیه با عدد کمپانی اختلاف داشت. موتور تنفس طبیعیه که نسبت به ارتفاع سطح دریا اختلاف توان پیدا میکنه، به ازای هر 100 متر حدود 1% از راندمان ماشین میاد پایین، 1570-1600 متر میشه 16% میاد پایین. و کیفیت بنزین رو هم در نظر بگیریم، به هر حال همینقدر دیگه، اختلافش با کمپانی این بود و 11 و 13، و به نظر من برای موتور 4 سیلندر بد نبود با این هیکل و این عمری که داشت و یه چیز نرمال و میشه گفت قابل قبول بود. شتاب 0 تا 100 رو که دیدین، در مورد مصرف سوختش بگم بهتون که خیلی جالبه. مصرف سوخت این ماشین به صورت ترکیبی حدود 8 لیتر زده کمپانی، توی جاده با کروز سرعت مطمئنه 6.5 اینا میسوزونه، توی شهر خیلی شما حالا فشار بیارین خیلی گاز بدین و این ور اون ور 11-12 وگرنه زیر 8-8.5 اینجوری میسوزونه. برای این سال این تکنولوژی و تنفس طبیعی به نظر من خیلی مصرف سوخت خوبی. یکی از رقیبای دیگه این ماشین میشه به جنسیس اشاره کرد، جنسیس سدان 2013 مثلا، اونم میتونه رقیب این باشه که به نظر من حرفا برای گفتن داره، قبلا هم گفتم. و اما میرسیم به پیچ لواسون که معمولا برای آسیایی خیلیاشون نمیزنم، این چند وقته برای چینی ها زدم و غافلگیرم کردن، ولی برای این ماشین کفش خیلی به زمین نزدیکه و لکسوس هم هست، یعنی ادعا داره برای اروپایی ها، برای همین باید محکش بزنم ببینم که آیا لکسوس بودنش میچربه به سیستم تعلیق و به هندلینگ و به کنترل پایداریش یا نه، و همین باعث میشه که انتظارات یکم بره بالا. اما یه نرمی عجیب غریبی توی
رانندگی داره و همین باعث میشه که انتظار رو بازم ببره بالاتر. میرسیم به پیچ سراتو و با سرعت زیاد ببینید خودم دارم میرم این ور یا اون ور، با حدود 70 تا سرعت، خیلی نرم، تازه از داخل شکم پیچ، یعنی بخوام گاز بدم نگاه کنید مثلا رو خط خودش، حتی عقبش هم در نمیره رو این سرعت. تازه واقعا خوب بود. یه تخته‌ای بکنیم اینجا رو، 140-50 تا رو رفتیم و میرسیم به پیچ فریبندمون. نه اصلا رو خط خودم، اصلا پیچ ریسی هم نمیزنم که اپکس ها رو بزنم، رو خط خودم دقیق رفتار میکنه و شگفت زدم کرده واقعا. یعنی یکی از اون چیزهایی که مثال زدنیه. یکم میریم تو بیرون پیچ و فرمون میدم ماشین در این نرمی، چون ماشینی که فاق لاستیک بلند داشته باشه و کمک نرم، شاید سیستم پایداریش اونقدر قوی عمل نکنه و هندلینگ خوب نداشته باشه، اما حرف نداره، تو هندلینگ واقعا حرف نداره. یکی از دلایلش هم برمیگره به همون ارتفاع پایینش. الان ترمز رو داغ کردن، کیفیت ترمزگیریش اومده پایین، اینم از ایراداش. حالا نگین هی فقط داری ازش تعریف میکنی و این ریسک کارو میبره بالاتر. حالا توی سربالایی مستقیم دیگه بدون مکس کردن، کولر روشنه، دو نفر سرنشین هستیم و میتونم بگم راضی کننده است. خیلی واو نیست موتور 3500، چون من روندم این دیگه اصلا منو غافلگیر نمیکنه، اما توی هندلینگش ببینید با 120 رو خط خودم اصلا نمیرم اونور، خیلی راحت 90 تا 100 تا رو این پیچه تند لواسون رو داره میزنه. حالا یه پیچه اسایی رو ما بریم ببینید، فوری ESP کنترل میکنه، اصلا نمیذاره که ماشین در بره و خیلی مطمئن داره جذب میکنه ماشین رو به کف زمین، که شما مطمئن باشین سواری یه ماشین قابل اعتماد شدین. اون سرباله ای که همیشه میریم و تخته میکنیم کوله روشنه، اینو توجه داشته باشین. و 120 رو رفت برای موتور 4 سیلندر 2500، نزدیک 130 تا رو رفت. ببین دوباره عمل کرد، دوباره من گاز میدم رو خط خودش. حالا ریسی بزنم سرعت خیلی بیشتر میشه، ولی من میخوام فرمان پذیری ماشین رو زیر دست تست کنم که ببینم موقع تصادف چقدر بهمون جواب میده. نگاه کنین حرف نداره، میتونم بگم از لکسوس آیس هم خیلی بهتر بود این، چون دیفرانسیل جلو هست عقبش در نمیره، اون دفع عقب بود و بی نظیر بود، شاید بگم در حد تیگوان و مرسدس W211 که قبلا بررسی کردیم، در حد اونا عمل کرد، بی نظیر. بریم سراغ سرباله لشکرک. توی سرباله لشکرک دو نفر سرنشین و ببینیم که کشش ماشین به چه صورته. فعلا که ستار هم رد کردیم بدون سر و صدا، اصلا احساس نمی کنیم که سرعت داره میره بالا به خاطر عایق بندی و سیستم تعلیق نرمش. این جاده افتضاح واقعا این کیفیت سواری به نظر من زبان زده و البته کمیاب توی ایران، توی ماشینایی که ما توی ایران داریم، حداقل روی حالت اسپورت هم از رانندگی و ما سرعت رو فعلا یکم ثابت نگه می‌داریم. از اینجا گاز میدیم ببینیم که چند تا میره موتور 4 سیلندر 2500. و 100 تا رو رد کرد، فعلا که ماشین نیومده جلومون. 120 رو داریم میرسیم، صد و سی تا و دیگه اومدن جلومون، همون 130-135 احتمالا بره، نزدیک بود اینم به اون بزنه، نه از ترس ما، ولی 130-135 تا چیزی که ماشین میره. کولر رو روشن کنم بخوام جنبندی کنم،
با بودجه حدود 4 الی 5 میلیارد تومان، حالا شاید یکم بیشتر تا 6 میلیارد تومان هم بره برای نسخه مدل بالاتر، ES 250 از 2013-14 تا 16 که داره رقیب مرسدس E250 و BMW مثلا 528 که نمیشه گفت، موتورهای ضعیف‌تر هم مثلا 520 یا 523، ولی چیزی که این ماشین متمایز میکنه برای این وضعیت ایران خرابی نداشتن، نه اینکه کم، اصلا نداره خرابیش، خیلی خیلی به ندرت پیش میاد و سواری خوبش نسبت به اونا، واقعا هندلینگش هم خوب بود، یعنی نسبت به آسیایی بودن یکی از بهترین هندلینگ ها رو داشت، میگم در حد اینکه مثلا با تیگوان و W211 که قبلا بررسی کردیم، حتی از اون مرسدس 2013 سقف قرمز هم اوضاعش بهتر بود، E350. برای همین یکی از انتخابایی که واقعا آدمو وسوسه میکنه و اگه بتونیم مثلا با 4 میلیارد تومان 350 2011-12 اشو پیدا کنین، من بهتون قول میدم هیچ وقت پشیمون نمیشین که چرا به اینو به مثلا تیگویت ترجیح دادین، تیگویت پرو مکس. البته کلاساشون فرق میکنه ولی اصلا کلا یه دنیای دیگه است اینا. خیلی مطمئن‌ترم. شما بگین که با این بودجه کدوم ماشین رو انتخاب میکنین، حتما کامنت بذارین، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره تا بررسی بعدی ماشین بعدی بهتون.